بدون تردید باید گفت آنچه در ایران رخ داد رویای خوش نظام رو بر این که به زودی با آمریکا دست در گردن خواهند شد و لابد برای آقای احمدی نژاد در واشنگتن فرش قرمز میاندازد تبدیل به کابوس کرد. یعنی کاملا مشخص شد که نظام تا چه پایه‌ای آماده است تقلب بکنه برای اینکه این وضع موجود رو همین صورت نگه داره، آماده است مردم رو بکشه، سرکوب بکنه، پا روی حق بگذاره. ببینید پرزیدنت اوباما با چه شوری از این انتخابات استقبال کرد. یعنی اون منظری که او میدید از مردم ایران، اون همه زیبایی، اون همه آرامش، واقعا تحسین برانگیز بود. و پرزیدنت اوباما نظیر بسیاری از رهبران دیگر دنیا امیدوار بودند در پس این انتخابات که شاید درصد اندکی در اون میتوانستی آزادی رو حس بکنی، تغییر و تحولی در ایران به وجود بیاد. نه تنها این تغییر و تحول به وجود نیامد، بلکه پرزیدنت اوبامایی که در اون روزهای یکی دو روز اول اعلام نتایج انتخابات میگفت به هر حال گزینش مردم ایران رو ما باید احترام بگذاریم، یعنی به نوعی آماده میشد اگر این تقلب بزرگ آشکار نشده بود و مردم اون واکنش رو نشون نمیدادن، با احمدی نژاد نیز وارد گفتگو شدن که اصولا استراتژی پرزیدنت اوباما در این نوبت این بود که با ایران، سوریه و کشورهای روج یا متمرد کنار بیان. اما اون حادثه، کشتار مردم، سرکوبی شدید، زندانی ها و طبیعتا فشار افکار عمومی جامعه مثل آمریکا که مهد دموکراسی است برای رئیس جمهوری که قهرمان حقوق بشره، نمیتوانه ساده باشه و او واکنش نشون داد. یکی از واکنش ها که در اجلاس G8 مورد توافق قرار گرفت محدود کردن زمان مانور و وقت کشی به ایران بود. جمهوری اسلامی 5 ساله داره وقت کشی میکنه، 6 ساله داره وقت کشی میکنه. این بار گفتن اجازه دیگه نمیدن، یه تایمی رو محدود کردن. روس ها هم قبول کردن که یه زمانی مشخص باشه.